بهش گفتیم که ما شنیدیم که شما، یعنی آقای معتمد فیروز، شما در هر هفته یک شب میرید بیت المقدس، اونجا بیتوته میکنید، عبادت میکنید و صبح برمیگردید. طبل عرض بلدید، درسته؟ این دوتا مسیحی از آقای متمم بن فیروز پرسیدن. او در جواب گفت که بله خبر درست است، ولی بیت المقدس کجاست؟ او ما جواب دادم بیت المقدس در فلسطین هست که یهودا بهش اورشلیم میگوین و ما مسلمین بهش بیت المقدس میگیم. فرمود نه، بیت المقدس اونجا نیست، بیت المقدس خانه امام وقت بیت المقدس است. اول اون امام وقت کیه؟ حجت خدا در زمان کیه؟ خونش کجاست؟ مثل شب قدریه، شب قدر مطمئن باشه 23 رمضان مطمئن باشه، ولی نه هر شب 23 اون شهری که امام زمان اون شب در اونجا باشد. اگر امام زمان در دهلی باشه مثلا یک سالی، شب 23 به افق دهلی. اگر در نیویورک باشد، شب 23 به افق نیویورک. اگر در مکه باشد، به افق مکه. در کربلا به افق کربلا. ولی من بهش اطمینان نمیدم شب قدر شب 19 و 23 نیست، فقط شب 23 است. اما اون چون مچورست اون متحصده. بیت المقدس هر کجا کجا نیست. اینم آقای معتمد فیروز گفته. گفت اون شهری که امام وقت، حجت وقت در اونجا ساکن باشد. بله من اون شهر رو میشناسم، اون آقا رو میشناسم. من با تیر از درسته میرم اونجا، شبای جمعه اونجا میمونم، بعدم صبحشون برمیادم. دلق گدای عشق را گنج بود در آستین، زود رسد به سلطنت هر که بود گدای تو. گدایی کنم شهر تا بهت بدم. سلطنت بهت میدن، عزت بهت میدن. هر کی در این خونه پارس کنه سگ آبرومند میشه مردم و آستان خوبیست. نگی این حرفا چیه ها؟ آیت الله عظمای وحید خراسانی سلمه الله میفرماید عرض ادب ما به ساحت مقدس حجت ابن الحسن تبسبس کلبیست به در خانه صاحبش. تبسکس کلب دیدی صورتشو میاد جلوی صاحبش به خاک میناله، دومش هم تکون میده. اینو بهش میگم تبسکس. و بعد این مرجع ولی شناسی که شناخته یه قدری آقا رو شناخته، یه قدری اربابشو شناخته، میگه استغفار میکنم از این تعبیر، وحید کجا و سگی اون آستان کجا. بعد یه بچه طلبه‌ای که خونده زرب زرب زربو، میگه این حرف ها چی آقا؟ میگه ما سگ آستان او هستیم، او کسی که ریششو در خانه حضرت سپید کرده و مرجع تقلیده. میگه استغفار میکنم که خودم رو تشبیه کردم به سگی او، یعنی من کجا سگی او کجا. بعد این که هیچی سرش نمیشه، آقا این حرف ها چیه شما میزنید؟ مقام سگ چیه؟ ما رو تشبیه به سگ میکنی؟ برو چیز بفهم، گر معرفت دهندت مستقنی از دو کونی، گر کیمیا بیابی بی معرفت گدا. یکی از اونهایی که از اولیای خدا بود و ناشناخته بود و شاید اگر شما اون رو میدیدید اصلا باور نمیکردید عزیز خدا باشد، مرحوم کربلای کاظم سالوقی بود. ایشون یک آدم بی سواد، دهاتی، صاف و ساده، خودمونی، بسیار بی ریا. نگاهش میکردی لباسش رو، اصلا فکرش نمیکردی. ولی همین آقا کی بود؟ قلبش دریای معرفت، منور به نور قرآن، معطر به عطر حجت ابن الحسن المهدی ارواح فدا. چه شد؟ چه شد که شد از اولیای خدا؟ امام زمان به او عنایت کرد. حالا میگن چه شد که به اینجا رسید؟ هر کس چیزی میگه، یکی میگه خوبشون مقید بود به نماز اول وقت، یکی میگه مقید به نماز شب بود، یکی میگه مقید به زکات دادن بود. همه اینا درست. مهمترین چیزی که باعث شد کربلای کاظم مورد عنایت امام اصغر و اونا فدا قرار بگیره این بود که ایشون به فرمونده امام صادق هر چیزی که از دین یاد گرفته بود رو عمل میکرد در حد توانش. کربلای کاظم خیلی چیز بلد نبود، اما همونیم که یاد گرفته بود عمل میکرد، مخلصانه عمل میکرد. چشم خدا نوکرتم، قربونت برم، دورت بگردم، چهار تا مطلب یاد گرفتم، این رو عمل میکنم. کربلای کاظم 27 سالش بیشتر نبوده، در همون روستای سارو رفته یه مقدار علف و علوفه چیده بیاره برای گوسفندا. خلاصه آمده دم امامزاده، خسته شده، گفته برم یه زیارت کنم برگردم. اون علوفه ها رو گذاشته دم در. انشالله قسمت بشه مشرف بشید، حتما تو برنامه تون باشه عزیزانی که نرفتن برن این مشاهد الهی رو ببینید. اونجا قدمگاه امام زمانه، خیلی جای با عظمتی. امامزاده معروف به امامزاده به هفته ها دو تن ساروی.
تو این امامزاده میره زیارت میکنه، برمیگرده دم در حرم، یه سکویی بوده اونجا مینشینه که مقدار استراحت کنه و بره منزل. یک دفعه میگه من دیدم دو سید بزرگوار و نورانی زیبا بسیار با ابهت و شخصیت اومدن جلوی من ظاهر شدن. یکی از اونها با ابهت بیشتر، با عظمت بیشتر، تو دل بروتر جلو و بعدی پشت سر اون آقا حرکت میکردن. جلو آمدن با اسم من رو صدا کردن. من از جا پریدم بلند شدم غرق جمال این سید بزرگوار. گفتم واسط قربانت برم در خدمت هستم. به من گفت آقا کاظم بیا بریم با هم زیارت کنیم. گفتم آقا من همین الان زیارت کردم برگشتم. حضرت فرمود نه با ما بیا بریم یه فاتحه بخونیم زیارت کنیم. گفتم چشم آقا. دنبال سر این دو سید بزرگوار را افتادم. رفتیم امامزاده اول و دوم رو زیارت کردیم. رفتیم تو بقعه سوم وارد شدیم، زیارت کردیم، حضرت دست به قبر گذاشتن، فاتحه خوندن و بعد آمدن کنارتر ایستادن، مرا صدا کردن، گفتن آقا کاظم نگاه کن به سقف. نگاه کردن، گفت آیات قرآن رو که اونجا نوشته شده بخون. گفتم آقا جان من که سواد ندارم، مکتب نرفتم، ملا ندیدم، بلد نیستم بخونم، چی بخونم؟ حضرت فرمود میتونی بخون. گفتم آقا نمیتونم. حضرت فرمود بیا جلو. رفتم جلوتر، بازم بیا جلو. رفتم جلوتر، وجود مقدس یوسف زهرا، حجت ابن الحسن المهدی، اون آقایی که اگر یه نگاه ولایی کند کار تمامه، کار درست، اگر یک دست بر سینه تو بگذارد اون آقا مقلب القلوب، محول الحول والاحوال، باذن الله محی القلوب، زنده کننده دلهاست. یکی از القاب حضرت محی المؤمنین است، یعنی مؤمنین را احیا میکند. محی الدین است، دین خدا را احیا میکند. اون وجود مبارک دست گذاشت به سینه کربلای کاظم صاروقی بی سواد و عنایتی کرد. از اون دست حیدری آقا، از اون وجود فاطمی آقا چه نوری تلالو کرد در قلب کربلای کاظم که کربلای کاظم را مملو به نور خدا کرد، غرق جمال امام زمان شده. میگه حضرت گفت حالا بخون. نگاه کردم به سقف، دیدم انواری در گنبد امامزاده جلوی چشمم ظاهر شد که من تا حالا ندیده بودم. دیدم میتونم بخونم. شروع کردم خوندن. کربلای کاظمی که بی‌سواد بود در آن واحد حافظ کل قرآن شد. من اونجا از خودشون شنیدم، از خود صاروقی‌های عزیز، از پیرمردایی که الان هستن و ایشون رو درک کردن. بل اتفاق همه گفتن که کربلای کاظم یک آدم بسیار صاف و ساده‌ای بود که حتی خیلی از این مسائل روزش هم فراموش میکرد، حتی اینقدر ذهن قویی هم نداشت. ایشون که حتی سواد خوندن نوشتن ندارد، خدا ایشون رو انتخاب کرد، امام زمان ایشون رو انتخاب کرد. چرا؟ برای این که به ما بفهموند من یه ظرف خالی خالی انتخاب کردم، که بعدن شما نگید بابا این بلد بوده، این یه چیزایی داشته، این مثلا 4 سال مکتب رفته. اصلا مکتب هم نرفت. علمای بزرگ رو امتحان کردن در زمان آیت الله بروجردی، ایشون آیات بزرگ مثل آیت الله مرعشی نجوی و امثالهم اینها ایشون رو امتحان کردن. در عراق رفته، کربلا و نجف رفته، عربستان رفته، در بعضی از کشورهای عربی رفته، همه او رو امتحان کردن و همه اقرار کردن. حتی روزنامه‌های زمان پهلوی همه نوشتند که مردی بی سواد با معجزه حافظ قرآن شده، نمیشد انکار کنه. همه پذیرفتن چون همه امتحان کردن، بابا این کار معمولی نیست، چطور حافظ کل قرآن شد؟ نه قرآن معمولی همینطور بخونه، از اول تا آخر رو حفظ بود. حتی اگر میخواستی برعکس هم برات میخوند. نه اینکه برعکس خوندن قرآن هنر باشه، میخوام تسلطش رو بگم، یعنی حتی حرف وسط فلان سوره چی میگفت، فلان کلمه وسط فلان سوره چیه، فلان آیه چیه، همه رو میگفت. چند تا کلمه، 100 تا کلمه مینوشتن مثلا از قرآن و کتاب های مختلف، میگفت این از قرآن، این نیست، این هست، این نیست، این نیست، این نیست، این هست، این هست. بهش میگفتن تو که سواد نداری چطور میفهمی کدوم کلمه مال قرآنه؟ میگفت من قرآن رو، کلمات قرآن رو به صورت نور میبینم. چشم رو باز کرده امام زمان، چشمت رو ببند. امام صادق سلام الله علیه فرمود، پیغمبر خدا فرمود، تو اگر چشمت رو برای اون چی که خدا نمیپسنده ببندی، خدا چشمت یه جور دیگه وا میکنه، گوشت یه جور دیگه وا میکنه. اگر خودت رو وصل کنی به پروردگار، اگر خودت رو وصل کنی به حجت ابن حسن، عزیز میشی، عزیز در آسمان ها و زمین میشی. من نیمه شعبانی بود که محضر حضرت آیت الله عظما بهجت خونده بودم. خب آقا اعیاد جشن مفصل داشتن و تو اعیاد یه قصیده میخوندم، سرود میخوندم،
حضرت های بهجت هم دربشون این بود که میفهمودن که در اعیاد هم چند جمله روزه خونده بشه که محفل متبرک بشه به روزه اهل بیت. بعد یه اتفاقی بعد از نیمه شعبان یه حرفایی تو مسجد شد، محافظین آقا میگفتن، بزرگوارانی که با آقای بهجت بودن تو مسجد این مطالب رو میگفتن و بنده گفتم نه، تا از زبان خود آقا نشنوم خلاصه زیربار این مطلب نمیرم یا جایی عنوان نمی کنم این حرفو. و یه روز بعد از یه جلسه ای رفتم خدمت حضرت آقا تو مسجد و عرض کردم آقا اگر اجازه بفرمایید بنده امروز عصر خدمتتون برسم، یه کاری با شما دارم. من چه ساعتی خدمتتون برسم؟ آقا فهمودن که ساعت 4 بعد از ظهر، همین خونه قدیمیش، خونه قدیمیش که داخل کوچه، فهمودن که ساعت 4 بیاد من انشالله اونجا. بعد رفتم ساعت 4 خدمت ایشون، الحمدلله توفیق حاصل شد. بعد عرض کردم آقا یک قضیه ی رفقا از نیمه شعبان از زبان شما گفتن تو مسجد اتفاق افتاده، میخوام از زبان خودتون بشنوم قضیه چی بوده، بعد قضیه این آسیه چیه رفقا میگن. ایشون فهمودن که شما روز نیمه شعبان قصیده رو خوندید، سرود هم خونده شد، به قول قدیمی ها ارجوزه هم خونده شد و یه سیدی پا محراب نشسته. البته فهمودن که من خودم نه، از دوستانی که مورد اعتماد من هستن، از دوستانی که مورد اعتماد من هستن به من این مطلب رو رسوندن. گفت یه سیدی پا محراب نشسته بود، شما قصیده رو که خوندید، سرود رو که خوندید، مشغول دعا شدید، سید از پا محراب بلند شدن که برن. گفت دم در به مسجد رسیدن نمیدونم چه شد که شما روزه حضرت زهرا رو شروع کردید. تا روزه رو شروع کردید سید به احترام اسم حضرت زهرا، به احترام روزه حضرت زهرا برگشتن، دوباره پا محراب سر جای اولشون نشستن. گفتم آقا تو مسجد سید زیاده، منظور شما چیه؟ آقا فرمودن ایشون حضرت ولی عصر بودن. محمد. بعد عرض کردم آقا اجازه میفهمید که من این جریان رو تو مسجد در حضور شما برای جمع بگم توی جلسه این؟ آقا فهمونم بله مشکلی ند. یکی دوباری من گفتم تو مسجد، بعد ترسیدم که برای خودم یه سری مثلا ما که لیاقتیم مربوط به آیت الله بهجت بذار دیگه، گفتن این مسئله رو ترکش کردم. ما 20 برج قبل مبتلا به این ویروس کرونا شدیم و حالم خیلی نامساعد شد، خودم خانومم، حالا من درگیری ریم به 60% رسیده بود و طوری شده بود که ببخشید به جای خلط لخته های خون بالا می اومد. خیلی خودم نگران بودم، خانواده اینا نگران بودن. الحمدلله لطف اهل بیت و دعای دوستان و دعای امام زمان شامل حال ما شد که از این خلاصه مریضی و ویروس ما نجات پیدا کردیم. بعد دکتر مدیحی هم خیلی زحمت کشیده بودن و نسخه هایی که ایشون میدادن خیلی کمک ما کرد الحمدلله. بعد ما تا قبل از محرم فقط دعا میکردم که حالم مساعد بشه، جلساتی که قول دادم بتونم برسم و توفیق داشته باشم بخونم. از اول محرم دیدم که زبان من سنگینه بعد از بسه این کسالت. با پزشکم مشورت کردم، گفت این دیگه از عوارض این ویروسه که شما ممکنه تا چند ماه با این موضوع درگیر بشی. و چون من خلاصه زبان و چون زبونم بوده روزه میخوندم و خیلی سخت میشد کارم. بعد ظهر مسجد های بهجت، چون 10 روز ظهرام هم دهه اول طبق سنواتی که آقا روزه میگرفتن، خلاصه الانم روزه هست. من وسط روزه خوندم دیدم زبان من دیگه ممکنه بعضی از حروفا رو بد ادا کنم یا خوب ادا نکنم، خیلی سنگین. همون لحظه توسل گرفتم، خلاصه یا آبا فکر کنم روز اصحاب هم بود، روز چهارم از حرف کنم میخوندی، گفتم یا آبا عبدالله یه عنایتی کنید که این مشکل زبانمون حل بشه، شما که تا اینجاشو لطف کردید که ما داریم میخونیم، اینجا بچه می لطفی بفرمایید. این دعا رو کردیم از مسجد اومدم بیرون. خیلی هم ناراحت بودم اینکه از بس فشار به زبونم میوردم که زبونم دیگه داشت زخم میشد، یه بار سفت میگرفتم که وقتی این حرفا بد ادا نشه. همین که اومدم تو پارکینگ آیا ابو فاطمه رو دید، بعد همینجوری گفتم بله من تو این ایام گرفتار بودم و این مریضی و این. بعد زبونم الان اینجوریه، خیلی ناراحتم، یه دعایی. آجا فهمودن که اصلا ناراحت نباش، این واکسن شما پیش من. دیدم دست کردن تو کیفشون و این شیشه رو در آوردن، این همین آب زمزم و تربت درشون ریختند و بعد گفتن اینا دیگه تمام ما خوردیم. و فردا یادم رفت که من
این تربت رو خورده بودم. فردا به خانمم گفتم زبونم حل شد مشکلش. وای مطالبی هم که میگم آیا ابو فاطمه منو میشناسه؟ اهل دروغ هم نیستم. این کتیبه ها قسم من عنایت دیدم از تربت سید الشهدا و الحمدلله از فرداش دیدم که نه زبونم خیلی راحت شد. سید امین شبر رحمت الله علیه، سید ابو مرام از عزیزان ما، از دوستان ما، از علمای معروف نجف و پدرشون که سید جواد شبر خیلی معروفه، ایشون اومد موکب ما، گفت یک دکتر از آل عجینه، یک عشیره علام البو عجینه بهش میگن، این پزشکه، دکتره پزشکه، کبدشون مشکل داره، مشکل آسیب خیلی جدی به کبدش و پزشکه. و بعدن چیز کردم براشون ویزا میزا فلان، میخواد امریکا، باید بره امریکا، تو امریکا عمل برای کبدش. سید امین شبر اومد موکب ما، اومد موکب ما به من گفت ببین این پزشکه، این مثل عموم الناس نیست، این پزشکه، یه مقدار بده از این شربت زعفران که از این آب زمزم میریز روش بدیم بش، بلکه خدا شفا بده، بلکه نمیره نمیدونه امریکا و عمل و فلان. خدا میدونه من وقت از یعنی دلم مشکنه امامم بر میدارم، همینجور امامم بر داشتم، همینجور گفتم یا الله یا الله این پزشکه اگر شفا بش ندادی آبروی ما بره، یا الله این پزشکه آخر پزشکه. خلاصه دادم بش شربت زعفران و فلان و رفت. بعدش اومد سید امین شبر، خدا میدونه اومد تو موکب ما با دو دستش، همینجور با دو دست اینجور میکنه، ابو فاطمه این دکتر شفا پیدا کرد، ابو فاطمه نرف امریکا عمل نکرد، الان سونار گرفت برای کبدش، دیدن کبد سالم. چهار امام بعد از حضرت رضا برنامه ریزی امامتیشون برای آینده، اولا برای اینکه شیعه رو مهیای پذیرش غیبت امام زمان بود، یک سیستمی رو طراحی کنن که شیعه در عین هیچ ارتباطی با امام زمان که انه ارتباط، بدون رؤیت امام زمان که انه دیدار، بدون بدبستون با امام زمان در یک غیبت طولانی 1100 خورده ای سال، ولی که انهو امامش را میبین. این طراحی امام هادی جواد الائمه و امام عسکری، این سه بزرگوار الموتعون للمهدی بوده، مقدم چینی برای مهدی، باور مهدی، ایمان به مهدی، انتظار به امام زمان، حتی جانفشانی، حتی بذل مالی، بذل جانی برای امام زمان، در حدی که رشد فرهنگی و روحی و علمی به بشر عطا کند، که از اصحاب زمان امیرالمؤمنین و پیغمبر اینا بالاتر، و به تعبیر رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود اولئک اخوانی، منتظرین مهدی من، اونایی که ثابت قدم باشن، اونایی که امام زمان رو به درهم و دینار نفروشن، اونایی که امام زمان رو به پست و ریاستی نفروشن، اونایی که امام زمانشون رو به شهوتی، به کفش پاشن بلندی نفروشن، اونایی که به هیچ قیمتی ازش جدا نمیشن، از اصولش، از فرهنگ مهدوی، از اون حجاب مهدوی. زن و بچه امام زمان حجابشون چجوریه؟ امام زمان دختر داره الان، پسر داره، دختراش چجوری زندگی میکنه؟ پسراش چجوری زندگی میکنه؟ از اخلاق مهدوی به هیچ قیمتی حاضر نیستن جدا بشن. هجوم فرهنگ ها، رسوم ها، آیین ها به پشتوانه استعزاها، درهم ها، دینار ها، بودجه های سنگین و کلان اقتصادی برای تغییر این ماهیت انتظار و باور امامت صاحب الزمان، همه تلاشیه که اینو از شما بگیرن، دو نفر ازتون بگیرن، باخته اید، یکی امام حسینو، یکی امام زمان، کارتون تموم.